وقت اسم جذابیت و رسانه کنار هم میاد. ناخودآگاه ذهن مردم سمت بخش مهم تو لس‌آنجلس میفته. هالیوود. جماعتی که توسط این مادر قدرتمند شیر میخورن و در دامن اون بزرگ میشن چگونه انقدر هماهنگ با اون رفتار میکنه؟ اما این رفتارها مختص هالیوود است؟ دوستان از خود آقای نعمتی بشناسن چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ چون خودش دردسر سازه. سلبریتی ها بالاخره میان صحبت میکنن، نظر میدن. شما خیلی هم افراد خاصی رو نیوردید و انگوش به جای موش، ولی مطلبتون رو گفتین و اون بخصوص اون جمله آخر فیلم به نظر من کار بود. اصلا چرا این موضوع رو انتخاب کردی؟ ببینید استاد طالب‌زاده، ما تو حوزه اجتماعی و حوزه‌های مختلف کار کردیم، یعنی می‌رفتیم مستندسازی می‌کردیم، بعد می‌دیدیم که با یه حرف سلبریتی انگار ما هر چه رشته بودیم پنبه می‌شد. یعنی طرف نمی‌دونست چه. مثلا جنگ سوریه، ما می‌رفتیم تو منطقه فیلم می‌ساختیم، می‌اومدیم، بعد یه نفر یه اظهار نظری که اصلا نه سوادش رو داشت نه اصلا می‌دونست موضوع چیه به موضوع می‌پرداخت. برای ما سوال بود خب چرا؟ بعد به اسم درد مردم، مثلا ما درد مردم رو داریم، چرا مثلا پولتون اونجا خرج می‌کنید؟ حالا یه موردش اینه، تو حوزه حجاب من کار کردم، تو حوزه‌های مختلف. بعد سوال شده بود برام آیا ارون آگاهیه، برای چی دارید این کارو میکنید؟ شاید هم خودشیرینی باشه مثلا. دقیقاً. بعد رفتیم تحقیق کردیم، محقق این کار جناب آقای احسان شادمانی رفتن روی این قصه کار کردن، تحقیق کردن که تایید کننده کارم هستن. و به نتیجه رسیدیم که اون ویزای EB1 آمریکا، ویزای تالنت آمریکاست. یعنی من کشورم رو بفروشم، من سیاه‌نمایی بکنم، من مردمم رو بعد نشون بدم که به من اقامت کشور دیگر رو بدم. واقعا این بله در... چه رسیدین؟ نه هستش، نه همچین چیزی واقعی وجود داره. یعنی تو بندهاش آورده کشورهایی که متحد من هستن ازشون تعریف کن، اونا که متحد من نیستن ازشون بد بگی. هرچی بهتر بد بگی ویزات آماده تر. تو بندهاش ازش یعنی قسم میخورن. سلبریتی‌های ما قسم میخورن که ویزای آمریکا بگیرن. این جالب، این نکته خیلی منم خودم نمیدونستم جزئیات شد. که یکی از بندهاش اینه که اگر تو فضای مجازی خوب فوش بدی به داخل زود، یعنی امتیاز میگیری میاد بالا. یکی از بنداشون هستن، یعنی غیر از اینکه شما تو هر رشته استعداد داشتی و جایزه گرفته باشی، با تو فضای مجازی سیاه نمایی بکنی، این خیلی عجیب بود. و تو اینجا مطرح شدنش هم به نظر من بلند بلند گفتن چیز خیلی خوبی بود، که این یک پشتش چه صحنه‌ای هستش. همینجوری از یه برقداری به نظر من این حالات، یعنی که آدم قسم بخوره که بیاد بر علیه منافع ملی خودش مثلا بد بگه. و چقدر موضوع واقعا به قول تازه شجاعت خیلی خاصی میخواد. ولی ایشون تازه نکته اینجاست که وارد جزئیات نشینید، خود این فیلم شاید یک ساعت دیگه باز میتره جا داشت که نمونه بگه. حالا ایشون دیگه در واقع احتیاط کرد و مؤدب بود، نمیخواست بگه این اینو گفته، اون اونی گفته، این کاری کرده. اینجا این یکی دو تا مورد شما میاری البته که در واقع این امتیاز دهی یعنی چی. خلاصه از اون کاراست که جرئت میخواد تلویزیون پخشش کنه. حالا میشه بکنی اینو باید بگی که باید تلویزیون پخش بکنه، خود ما تو شبکه افق باید پخش بکنیم، باید تحلیل کنیم، چند تا جامعه شناس بشینن صحبت کنن. و به نظر من یک موضوع خوبی رو باز کردن، یعنی یک مقابله میخواد در مقابل حرفای کی است. و حتی میشه دعوتم بکنیم از اون شخصی که این کارو کرده، شاید دلایلی داشته باشه ما رو قانع کنه. بله. بیاد و صحبت بکنه، اصلا مشکلی نداریم. بله. خودش تلویزیون میز گرد بذاره. بله. آقای فلانی تو چرا مثلا به خاطر یک ویزای اشکال کردی؟